روزی نخستین مرکه مهمی سیاسی دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان روزی دعوت شونده در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان با ابتکار مقامات اجرایی این چورابینی در سطح بلند تشکیلی برگزار کرده شد، چون که خدمت حربی نشانه روشن احساس وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت های دولت و ملت و خلق تاجیکستان می باشد. این نکته را جوانان ناحیه بلندکوه شمسدین شاهین خوب درک کردند و همساله روز دعوت شونده را در فضای ایدانه استقبال گرفته، جوانان سین دعوته اختیاراً به کمیساریت حربی حاضر می شوند. شخصا خودم خدمت کردگی، بچه‌ام چهار تا پسرم خدمت کردگی، پنجم پسرم میروه، خداوند صحت سلامت برون بار بگردن، خدمتی صوف دلونه کنن، وطنم محافظت کنن. باعث افتخار است که چند سال اخیر ناحیه بلندکوه شمسدین شاهین در جمهوری نخستین شده از اجرای نقشه دعوت به صف قواه های مصالح جمهوری تاجیکستان مژده میرساند. در روز اول دعوت بهاری نوازکران امسال نیز به صف قواه های مصالح جمهوری تاجیکستان با پرگی یعنی 107% اجرا گردید که از ناموس و ننگ بلند، غرور و افتخار، میهن پرستی و خودشناسی این جوانان درک میدهد. من با اختیاران با خواهش خودم اومدم، عریضه پیشنهاد کردم که با صف قواه های مصالح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای وطن مادر خدمت نمایم. من از دیگر جوانان دعوت از آن میکنم که برای وطن خود و قواه های مصالح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای وطن خود خدمت نمایم. اصالت و خودشناسی ملی بیشک از دوست داشتن مادر وطن، جانفدا بودن در راه استقلال و ارزش های عموم ملی منشأ میگیرد. از برادران خود خوانندگان مکتب روح الهام گرفته، از جمله دختران نیز میخواهند در آینده چون برادران خود محافظ وطن و جانفدای این میهن باشند. کسی که از خدمت وطن سرکشی میکند، از خدمت پدر و مادر، از احترام خواهر و برادر خود سرکشی میکند. ما و شما باید خوب درک کنیم که استقلالیت واقعی داشته و صاحب دولت و صاحب وطن بودن برای انسان بزرگترین نعمت و بالاترین آرمان زندگی است. ما خوانندگان میخواهیم که در آینده با مثل برادران خود محافظ وطن باشیم. قابل قید است که تشبث اختیاراً حاضر شدن جوان پسران با کمیساریت های حربی شهر و نواحی کشور، از جمله در ناحیه شمسدین شاهین، برای ادای خدمت حتمی حربی در صف قواه های مصالح، دلیل آن است که امروز جوانان از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان پشتیبانی کرده، مین بعد یگان مانعی سنعی و عنصرهای بیگانه نمیتوانند صد راه جوان پسران با ننگ و آر کشور گردند، زیرا آنها با عزم و اراده قوی و شکست ناپذیر این تشبث را گرفتند. شگرانه تنجی و امانه دولت مون که ما در دولت تنج و امانه زندگی داریم. امروز فرزندم را به صف قواه های مصالح با اختیار خودش آوردیم. ما میخواهیم که با سری بلند خدمت مادر وطن بکنند، ساق سلامت با پیش مونا بگردن بیایند. معلوم که به صف قواه های مصالح مملکت جوانان جسمان و روحان سالم فرستاده می شوند و در این سمت تدبیرهای مهم اندیشیده شده در کمیساریت حربی از حساب متخصصان با تجربه ساحه تندرستی هر یک دعوت شونده از معاینه طبی گذرانیده می شود. بخشیده به این روز در تالار قصر فرهنگ چورابینی تنتنوی برگزار گردید که در آن رهبریت مقامات اجرایی، کارمندان کمیساریت حربی، سابقه‌داران مهنت، والدین و اشخاص کسب و کار گوناگون اشتراک کرده، ضمن برآمدهای خویش نوازکران را به خدمت صادقانه بهر حفظ مرز و بوم کشور هدایت نمودند. در این دعوت از همه بیشتر جوانان از جماعت‌های دهات داغستان، دشت جم و لنگردره تشبث‌های وطن دوستانه نشان دادند. قید گردید که دوران صاحب استقلال کشور در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق، اینچنین شرایط بود و باش افسران و سربازان و تامینات مادی و تکنیکی ساختارهای قواهای مصالح مملکت بهتر و خوبتر گردیده، در این سمت مشکلات و مانعگی وجود ندارد. والدین دعوت شوندگان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان، فرزندان واقعا با وقار و جسار و وطن دوست را تربیت کردند که برای ادای خدمت حتمی حربی آماده می باشند.
چون انا در این روز به 11 نفر جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی رو در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ختم کردند، در وضعیت تنتنوی شهادتنامه رانندگی سپریده شد. روز دعوت شونده در ناحیه شمسدین شاهین در سطح بلند و خاطرمان برگزار کرده شد و برنامه رنگین اهل صنعت ناحیه که عبارت از سرود و ترانه‌های وطن دوستانه بود، باعث بلیده خاطری اشتراکچیان گردید. رحمت‌علی نظری، ایرج قربان‌علی، ناحیه شمسدین شاهین، اخبار.